چرا جناب آقای مهندس شکر الله تابنده حاضر به تجدید بیعت با آقای جزوی نشدن؟ عصر چهارشنبه 4 دی ماه 1398 در حسینیه مزار سلطانی بیدخت مراسم ترحیم حضرت مریضون ولی شاه برگزار شد و فقرای بیدخت با زدن یک نوشته بزرگ به دیوار رفعت قطب العارفین حضرت آقای مریضون ولی شاه را به خاندان تابنده تسلیت گفتند. در این مراسم دکتر محمود و دکتر نصرالله، جناب آقای مهندس جزبی، دکتر حسین علی، آقای سپهر سلطانی به عنوان صاحبان اعضا نشسته و هزار بارها تسلیت می گفتند. اما قایم بزرگ دیگر مراسم آن روز 4 دی ماه جناب آقای مهندس شکرالله تابنده صاحب سر صدیق آقای مریضون ولی شاه بود. ایشان در بحبوحه بیماری آقای مریضون ولی شاه ناگهان در شهریور 1398 همراه با خانواده خود برای معالجات خودشان عازم آمریکا شدند و با اینکه در ابتدا قصد سفر کوتاهی داشتند همانجا توقف کرده و به ایران مراجعه نفرمودند. ایشان پس از رکعت حضرت مریضون ولی شاه نیز تجدید بیعت نکردند و سرانجام در آمریکا فوت کردند. همانجا خاک سپرده شدند. شهریور سال 98 برای مداوای خودش و خانومش رفتن آمریکا. در رحلت حضرت آقای مریضون ولی شاه بسیار ناراحت و نگران بود و امیدوار بود که میتونست اینجا باشه. در انتظار بود که برای آقای مریضون ولی شاه آقای مریضون ولی شاه ببینه. اما چرا جناب آقای مهندس شکرالله تابنده حاضر به تجدید بیعت با آقای جزوی نشدند؟ این معمایی بود که کتاب آقای مرتضی رحیمی ششدهی حل آن را میسر ساخت. آقای شکرالله به خوبی میدانستند که دستخط دکتر محمود با بیانیه نوروزی 1394 کاملا الغا و بی‌اعتبار شده است و قابل اعتنا نیست. این یکی از دلایل عدم تجدید ایشان با آقای جزوی بود، اما تنها دلیل نبود. دلیل مهمتر مفاد همون نسخه دستخط حضرت آقای مریضون شاه بود که در اختیار خود ایشان قرار داشت و بعداً خانواده ایشان تسلیم آقای جزوی نمودند و این متن به دستور آقای جزوی در کتاب سید ثابت قدم منتشر شد. 521 بسم الله الرحمن الرحیم و به هیستقتی و رجایی. چون مسلمن سلسله اجازات ادامه بیابد، برادر مکرم آقای مهندس علی رضا جزوی ثابت علی شا به عنوان مرجع خواهند بود و سلسله فقری به ایشان میرسد. التماس دعا نور علی تابنده مریضون ولی شا 17/2/91 به تاریخ یک شنبه 17 اردیبهشت سال 91. تحلیل متن. حضرت مریضون ولی شاه تفهیم می‌فرمایند که آقای جزوی علی‌رغم اینکه شیخ سلسله گل‌آبادی بودند، اما در سرنوشتشان چنین رقم خورده که مرجع یک سلسله فقهی نوظهور و جدید و تأسیس باشد. سلاسل تصوف هر یک دارای هویت طریقتی می باشند که شناسنامه فقهی آنها را تشکیل می دهند. مثلا سلسله فقهی طریقت نعمت اللهیه، سلسله فقهی طریقت شاذلیه، سلسله فقهی طریقت چشتیه و غیره. حضرت مریضون ولی شاه نفرمودند قطبیت سلسله فقهی نعمت اللهی گل‌آبادی پس از مرحوم شدن من و آقای مهندس علی رضا جزوی میرسند. فرمودند ایشان مرجع خواهند بود و سلسله فقهی به ایشان میرسند. کدام سلسله فقهی؟ یک سلسله فقهی به ظهور که نمایندگان اربعه و ماموران امنیتی
با هم آن را درست کرده و تفاهم نامه بر سر آن نوشتند و هیچ ربطی به سلسله گناوادی ندارد. در مدت این دو سال مخصوصا در ماه‌های اخیر نمایندگان حضرت آقای مجذوب علی شاه اینا زحمت کشیدن با مسئولین جلسات متعدد و بسیار متوالی و طولانی گذاشتن تا روز دوشنبه. بنده با این پای مجروح هم رفتم صبح، جلساتی داشتیم از تا حدود هفت شب با عده دیگر جلسات داشتیم، اما تعهدنامه هایی رو ما امضا کردیم. تمام مفاد اون تعهدنامه رو چون کپیشو به ما ندادن الان همرام نیست و الا میخوندم برای شما. خدا همه مسئولین عزیزی که دست به دست یکدیگر دادن و همت کردن برای بازگشایی این حسینیه توفیق عنایت بفرماید. حاج حسین علی کاشانی در مورد این سلسله بدون شناسنامه توضیحات دقیق و مکفی بیان کرده است. عقیده بنده، نظریه بنده اینه مجتهدین واقعی مراجع تقلید محترم وظیفه شونه که قدر فقرای این سلسله حقه رو بدونن و ترویج کنن، برای اینکه الان تنها سلسله‌ای که پیروان خودش رو موظف میکنه به اجرای احکام شریعت و تبعیت از رساله و فتاوای علما این سلسله است. خب نفعه که الان زمانی که بسیاری از جوانها دین گریز شدن در مقابل دین با شستشوی مغزی هایی که از طرف اجانب و بیگانگان انجام شده تنفر از دین پیدا کردن، این بهترین وسیله جلب به دین و مذهب رو بزرگان این سلسله انجام میدن. اطلاعیه نمایندگان اربعه دوشنبه 8 مهر 1398. بزرگان و فقرای این سلسله موظف و مقید به رعایت نکات زیر می باشند: تقید به اجرای احکام شرع مقدس، تقلید در احکام شریعت از مراجع دام کسر الله امثالهم، احترام به محترمین مخصوصا مقامات و مسئولین مملکتی، قوانین مملکتی را محترم دانسته و مطیع هستند. حاج محمد تابنده، حاج حسین علی کاشانی، حاج غلام رضا هرسینی، حاج میر یونس جعفری. خدا شاهد ما 5 دفعه روز اول معرفی کردیم، گفتیم نماینده ما حاج محمد تابنده، بعد یک نفر اونم حاج محمد آقا، یعنی یک نفر گفتم معرفی کنیم. ما از خود 5 نفرمونم در ارتباط هستیم، رابط اصلی که بخواد هماهنگ کنه آقا حضرت مجذوب علی شاه می آقای جذبی به عنوان مرجع خواهند بود و سلسله فقری به ایشان می رسد. اتفاقا لقبی که حسین علی کاشانی به آقای جذبی بر اساس تفاهم نامه با حکومت اعطا کرده چنین است: مروج الاحکام شریعت المستفویه. این لقب به گواهی عام و خاص یک لقب فقری نیست، بلکه یک توصیف حوزه‌ای از مرجع تقلید است. پس افرادی مثل علوی گرگانی که سلسله اجازات حوزه‌ای به آنها رسیده و برای کاشانی اجازه نامه طویل و دراز صادر کرده بودند و به ایشان عنوان دکترا هم بخشیده بودند، به دستور حکومت برای آقای جذبی اجازه مرجعیت سلسله فقری جدید و تأسیس صادر کردند. آقای جذبی بر این اساس مرجع است و اداره سلسله فقری جدید و تأسیس به ایشان واگذار شده است. این رخدادهای سال 1398 تا کنون از سال 1391 برای آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه واضح و آشکارا قابل مشاهده و رصد بوده است. در این بحث
که حضرت آقای بیزوبنی شاه نوشته و به مهندس شکرالله تابنده سپرده هم، صحبت از قطع کابل ارتباط قطعی و مسلم با سلسله جدید و تأسیس با سلسله گل‌آبادی می فرمایند. آقای مهندس شکرالله صاحب سر صدیق حضرت آقا به همین دلیل به ایران نیامدند تا به سبب فشارهای سنگین دستگاه‌های امنیتی حکومت ولایت فقیه ناچار به تجدید بیعت نشوند. نظر مرحوم آقای مهندس شکرالله تابنده چی بود؟ چون ایشون نبودن و تو این مراسم تو ایران نبودن دیگه. مرحوم آقای مهندس تابنده تقریبا میشه گفت همیشه خیلی بیشتر از من که میدونم و فکر میکنم بیشتر از آقای دکتر نصرالله در خدمت آقای مجذوب علی شاه بودن و اعتقاد، علاقه و اصلا چجوری بگم اعتقاد کامل داشتن و مرید کامل ایشون بودن. وقتی این خبر رو شنیدن، من تلفنی که باشون صحبت میکردم خیلی گریه میکردن و معلوم بود که در واقع دورا دور دارن تجدید میکنن، اگر کسی اونجا بود که حتما تجدید انجام میشد. ایشان تا زمان وفات در بیعت حضرت آقای مجذوب علی شاه باقی ماندند. در واقع سلسله فقری که به دستور مقامات امنیتی بعد از فوت آقای مجذوب علی شاه تأسیس شده هیچ گونه ارتباطی به طریقت فقری گل‌آبادی ندارند. اینجا صحبت از انشعاب نیست، چون دو سلسله به اسم نعمت اللهی گل‌آبادی ادامه پیدا نمی کنند. سلسله نعمت اللهی گل‌آبادی با قطبیت یک درویش وارسته ادامه پیدا می کند. حضرت آقای مجذوب علی شاه در کاغذی که به مهندس شکرالله تابنده سپردند آینده سلسله گل‌آبادی را پس از فوت خودشان بیان فرمودند، همان سلسله با اصالتی که به خواست خداوند قطبیتش با شخصیتی می باشد که هم درویش است و هم به وارثگی نائل شده است. البته نظام ولایت فقیه هنوز در میانه راه اجرای طرح‌های خود در رابطه با تصوف و عرفان نعمت اللهی در ایران است. کارشناسان فرق و ادیان نظام در نظر دارند تا در تکمیل پروژه‌های 10 سال گذشته خود یکی از اعضای خانواده تابنده را به جانشینی آقای جذبی بگمارند و از آقای جذبی بخواهند تا برای او دستخط جانشینی و فرمان قطبیت صادر کنند. نظام ولایت فقیه امیدوار است تا با این روش موفق شود که سلسله جدید و تأسیس خودش را زیر نام خانواده تابنده گل‌آبادی در افکار عمومی جا بیندازد. اما این امر ممکن نیست و قابل اجرا نمی باشد، زیرا حضرت مجذوب علی شاه مسیر آن را مسدود فرمودند و به روشنی مشخص ساختند که آقای جذبی برای بعد از فوت خودشان حق تعیین جانشین ندارن. یه دستوری دادن به من، من دارم انجام میدم، هیچ ادعایی هم ندارم. حضرت آقا توی سخنرانی 13 تیر گفتن که شما حق ندارید جانشین برای خودتون تعیین کنید، این نظرتون در مورد این سخنرانی چیه؟ خب اگه همچی چیزی فرموده باشه ما هم تعیین نمی کنیم. اگر تقنیدی دلیل نداده نشین آقا جدمی جانشین خواهد. میگن که در ایشون فوت کنن در صورت حق ندن ایشون جانشون تعیین کنن. در سلسله فقری و طریقت نعمت اللهی گل‌آبادی جانشین برحق حضرت آقای تابنده مجذوب علی شاه درویش وارسته است. من ممکنه بگم آقای جدی جانشین منن، یکی دیگه خداوند، یکی دیگه درویش وارسته ای رو نجای دیگه بعد از من بفهمد، این من جانشون ادامه دارم.